تهران، یک روز عادی وسط هفته. هنوز خبری از انتخابات نیست، اما در میان فعالان سیاسی جنب و جوشی دیده می شود. علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، کامران باقری لنکرانی چهره نزدیک به مصباح یزدی و حمید رسایی از نمایندگان مجلس، همه‌شان از نامزدی احتمالی هاشمی رفسنجانی خوشنود نیستند و هر کدام اعتراض خود را نشان دادند. ولایتی گفته هاشمی با فتنه‌گران است و حمید رسایی هم خواستار رد صلاحیت او شده است. واکنش آنها به سخنان روز یکشنبه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هاشمی رفسنجانی در سخنان روز یکشنبه خود انتقادات شدیدی علیه دولت احمدی نژاد مطرح کرد و بدون نام بردن از آیت الله خامنه ای حامیان دولت را مسئول شرایط امروز دانست. هاشمی رفسنجانی بین دو گروه محبوب نیست. محافظه‌کاران نزدیک به خامنه ای و مخالفان نظام جمهوری اسلامی. با اینکه گروهی از منتقدان نظام تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند، اما طرفداران حضور در انتخابات بعد از ناامیدی از حضور محمد خاتمی به سراغ هاشمی رفسنجانی رفتند. او بعد از مدت‌ها پالس به حامیان خود داده که نمیگویم نمیایم، یعنی شاید بیایم. یک هفته تا ثبت نام نامزدهای انتخابات زمان مانده و فرزندان هاشمی رفسنجانی میگویند هنوز مطمئن نیستند که او بیاید. ببینید به ما زیاد میگن. روز دوشنبه حسین شریعت مداری، نمایندگی آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله خود حمله شدیدی به محمد خاتمی داشت. هر بار که احتمال نامزدی هاشمی یا خاتمی مطرح می شود، حامیان رهبر انتقاد از آنها را افزایش می دهند. محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای می گویند اگر هاشمی بیاید، آنها مجبورند بر سر غلامعلی حداد عادل توافق کنند یا روی اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی احمدی نژاد. اسفندیار رحیم مشایی روز دوشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده و بدون نام بردن از رهبر گفته از مردم دوست ندارن یک نفر دائم درباره انتخابات به آنها توصیه کنند. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. در ماه‌های گذشته اختلاف بین دولت و حامیان رهبر باعث جدال کلامی این دو گروه شده. احمدی نژاد نمونی تهدید کرده که اگر رحیم مشایی رد صلاحیت شود انتخابات را برگزار نمی کند. در مقابل مقام های نظامی همچون حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تهدید کرده که اگر دولت چنین کند با او برخورد می کند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.